به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. به فیردا ای دامده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوان، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزده و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. سالتون مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا. بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. امروز مبارک باشه دور هم. بله، خیلی جاها مهمانیه، یا مهمانی میرن یا مهمان میاد براتون، بالاخره دور هم جمع میشید. بعضی هم تنهان، نه اینکه تنهانا، مثلا یه جایی نشستن، این تنها، اونم تنها، اونم تنها نشستن همینطوری، یه چیزی هم دستشون از این چیه موبایل هم چیزی دستشونه همینطوری. خب این جمع بودن خیلی خوبه، وقتی دور هم دیگه هستیم یه چیزی هم بگیم، بخندیم، به هر حال خوش بگذرونیم. سلام کلاغ بزنی پسر امزا، به به شما هم رفته بودین مهمانی، خیلی خنده دار، خنده دار بوده. به به چرا نیومدی؟ چرا؟ من خب من گفتم حالا شما بریم، من کار داشته بکار کنیم. خوش گذشت لیلی، چه خبر بود؟ آی مجری بیگفتن جا که اینقدر همه معلان روده بر برار مصحبی بگو نمانی مجری برار جا که رو دارم. اینه اگه گفتی پنج تا فیل بخوان سوار ماشین بشن چیکار میکنن؟ چیکار؟ نمیدونم. دو تا جلو، سه تا مقام. آی مجری جازم، بله، میدونی چرا فیل نمیره سرباز؟ سربازی؟ آه نه، برای کف پاش صافه، صافه رفته بودن میشه که سرباز رو ببینی، سرباز رو ببارک سنتون میذاره هر رو دداره رو دداره دداره معلومه بهشون خوش گذشته. آره خوش گذشته، برای خوش گذشته. چه خبر بود؟ کسی آشنایی، دوستی، اینا رو هم دیدی؟ دوست شدیم آقای مهیری، چقدر اطلاعات عمومی من رفت بالا آقای. آها ببین چقدر خوبه، این جمع که میشین وقتی آدم ها دور هم جمع میشن، خب چیکار میکنن؟ میخندن، بعد بازی میکنن، بعد بعضی ها چیزایی با هم حرف میزنن، یه چیزایی با هم یاد میدن. شما مثلا با کسی آشنا شدی چیه؟ بعد میخندی. من خیلی اطلاعاتم رفت بالا. آفرین. من اینقدر اطلاعاتم بالا یک روده برشه. اینه اگه گفتی فیل با مورچه عرصی کنه چی میشه؟ چی میشه؟ بچه شما میشه یه مورچه با خرطوم فیل. آقای مهیری بله، من باب مثال از اینکه ارم ما رفت بارا، آیا میدانستی اگر یک مثلا فیل... آیا میدانستید؟ خیلی خوبه یک کسی از یک کسی بپرسه برای چی فیلی بودم؟ خیلی خوبه، آیا میدانستید؟ مثلا برای آیا میدانستید اگر یک فیل از روی زمین بره بالای درخت چی میشه؟ نظر اید نمیدونه. اگه گفت چه هست دیدم؟ نمیدونه مخواه نظر اید. یه فیل از فیلای روی زمین کم میشه. بدارو تو خیلی برنامه
باشی پس قربونه دارم این هم دیبیه دیبی اومده دیبی شما هم رفته بود نرفته بودی مهمانی وای 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 خاله خیلی بد گذشت خیلی خوش گذشت خیلی جاد پر بود خیلی جام خالی بوده آره دور هم بودی دور هم نبودی تنها بودی وقتی دور هم منها میشیم خیلی بر میگذره خیلی بر میگذره خب چه شده؟ دیبی دیبی هوی اوی اوکی که برامون جوانی مانه ولی بگو آقای مجری چی میخواد بگه؟ غالی غالی جوک بگم جوک بگی یه روبه میره بالای لاستیک میشه گوجه این برعکسشو گفت اصلش چیه؟ اصلش اینه که آقای مجری یک روز چند تا گوجه داشتن میرفتن بعد یکیشون میگه بچه ها اتوبوس تبدیل به روب میشن بله وای چقدر خوب یه بچه کوچیکی اینجا هست بلد لطیفه بگه آفرین ببین بچه های کوچیک میتونن قشنگ لطیفه بگن برای دوستاشون بگو ببینم لطیفه نه جوک جوک آره تو بگو یه روز اوهی رو میرفتی افتاد زمین آقای همساده سلام علیکم شما خوبه آقای همساده هم رفته بودن مهمانی نه مهمونی بار مهمونی دعوت میکنن مهمانی نبودین نه دعوتم در رد میشدن پام گرفت بسته رفتم تو جوب پشت شلوارو کامل زیر خود شلوارو رو تازه خریده بودم حالا من بگم من تنها تو خونه هیچی هم نبود فرش میشستم مام یه عمری تنهایی کشید زلت کشیدی نه این لکش پاک نمیشد هرچی رو پوست دستم رفته بابا اینها ببینید ایران آش تو کامل از بین رفته آش رشته بوده نمیدونم چی بوده عینی اون آش رشته نیستش که اون آفگوشته وای نگاه کن سفیدی هم ازده که ببین اول آش ریخته بعد روش کش ریخته آقا لکه کش صد سال وشورش نمیره من این فرشه رو خیلی دوست داشتم آره آره یه هم قرشوهاتی خیلی باش خاطر داشتی نابود شد خیلی بوی خوبی هم میده آره فقط این فکر میکردم این کار کیه فکر بچه خودمون منه کله گنده آره بالاخره یکی از شما هست دیگه ببینید چقدر خوب آدم دوره هم دیگه هست برای حالا کار کی بوده؟ یعنی کار کی بوده؟ آقای ماهیری جا آقای ماهیری من میونه کارو به تو برم درو به من گیریده که من درم برم بیا بریم بریم در رو قرب بکنیم بیای بگیریم بخواه بیدیم خدا نگهدار شب همگی بخیر آقای ماهیری جا درو صف ببندی ها عینی عینی ما برای یه خونه مخش بنویسن یه خونه درس بخونم الان میام این میخواد بره مخش بنویسه خیلی جالبه آی مجری اجازه بله من با اجازه من بریم برای من چیزم ختامم حسن ختام حسن ختام یکی رفت تونست یکی رفت نتونست آقا ما نتونستی خوش باشید خوش باشید ما بریم دیگه خیلی خوب بله یارو چی؟ یارو میگن مثلا یعنی یه کسی یارو افتاد زمین خورد نه یارو نباید بگی یارو نباید بگی باید به یه کسی خورد زمین آره یارو خوب نیسته آره من برم ببینم یارو چی کار داره دسته بچه او رو بیدیم خاله بله منم پیش تو بمونم اینم رفت خب
آقای همسده میبینی چه خوبه؟ خیلی ها تکه فرش افتاد گردن ما. حالا ما اصلا تو خونه اینا رفت و آمد نداریم. بالاخره من بعد یکی دعوا کنم. شما قسمت بعد رو ببینید در خدمتتون هستید. حالا یه لیوان آبی هم ندارم ما بخوریم. توفم کف دست ما ندارم. حالا نکه آشته شو میدادی کردم. میگه آب گوشتم مداخه. نخود رفت تو خاطراتتون. من نمیرم چرا هر وقت آدم در خوش همه میرن. نمیدونم چرا اینجوری شد. خیلی کار نداری؟ نه من اجازه تو برم زندان. برای چی؟ هیچ من مرخصی زندان اومده بودم. گفتم یه سر بیا پیش شما. چی شده بود آخه؟ اختلاس گرد دکتر گردن ما. بفرمایید بفرمایید. نه بدبختی از یه زندگی روتین ساده یاد. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. توی روز تعطیل هر کسی یک کیفی میکنه. مثلا بعضیا نون خامه‌ای میبینن حالشون خوب میشه، بعضیا شیرنی، بعضیا نونم تخمه، بعضیا من عاشق این سالادم. این سالادو برای خودم درست کردم. قشنگ بشینم. I agree. Nice to meet you. Nice to meet you. Man, nice to meet you. Do I love you? بابایی بله. اوکی بابایی بابایی بابایی. آیگی توی خونه چه خبره؟ چه خبره؟ آیگی ما شد یه حموم راحت بریم؟ ای 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 چه صداشو بلند میکنه؟ چی شده؟ هیچی نشده آیگی، هیچی نشده. تو این خونه قبل از من کی حموم بوده؟ من نمیدونم. آیگی من صد بار گفتم به اون شامپوی من دست نزنید. شامپو برای پشمهای خوش. من پشمم حساس فر میخوره. اولا که من به تو خیلی تبریک میگم. اوکی. چون جز بچهای خوب هستی. اوکی. که روز تعطیل میری حمام. اوکی. که بوی خوب بدی. بعدش هم قول میدم که آی اگری داری چی کار میکنی؟ من؟ اون کاهو هم داره؟ کاهو هم داره؟ داره دیگه داره. آی اگری اگه میشه در این لحظه بر معذرت خواهی از من کاهواشو جدا کن. من خب بیام بخورم. من این کاهواشو جدا میکنم. تو برو قشنگ خوش بکن. تو خوش بکن قشنگ. خوب آماده بشن. کاهو کاهو دارم کاهو. کاهواشو میدیم به این بچه. بچه ها everybody داره سالاد میخوره. کاهواشم گذاشت برای من. او یس او یس. چه گرفتاری شدیم ما. میخوایم یه چیزی بخوریم که دوست داریم. دستا بالا. بله؟ دستا بالا. دستا بالا چشم پسرم مزا. هرچی گرجه بده من. گوجه؟ آه. گوجه میدونی ضد سرطان خیلی هم خوبه. گوجه میخواین با تهدید؟ سه تا تیر برید میزنیم همه گوجه ها مال من. باشه باشه. گوجه برای شما خوبه بخوری؟ همه چی برام خوبه. حالا من ملاحظه. ببین بچه من میخوام این سال دن. اوه اوه خیلی خطرناک. همین الان همه گرجه ها چیز جدا وگرنه میزنیم. شما یا میزنیم سه تا گرجه. چش چش. شما الان خطرناکی. من گرجه هاش هم میزنم برای شما. باشه؟ باشه. ولی من خطرناکی. بزنیم؟ خیلی خطرناکه. یه دونه بزن. بزن. من چقدر مردم. برو من این رو سبا میکنم برای تو. آفرین. بچه ها. خوبه بچه ها بخورن گوجه بخورن سالاد بخورن بشت عزیز من نگش گفتم چیه؟ بردار بیا چی شده؟ چی شده؟ یه رقم آمده غذا بخور خودی دیگه سلام بده عزیزم سلام علیکم آقای مهیدی سلام علیکم آقای مهیدی سلام علیکم آقای مهیدی چی شده؟ نوروز دادم پیروز خب هستی؟ بگو بهش بگو بهش هیچی آقای مهیدی ما اومده دیگه رد می شدیم کار خاصی هم نداشت شما خوبی؟ ای بابا دروغ نگو عزیزم بگو بهش ساکت شما یه جوری پانه خیلی فامیل دور چی می خواد این بچه؟ آقا مهیدی آبرو نداره من یه دقیقه درک میکنم شما رو شما اومدی یه دقیقه واسه خود تنهایی سالاد بخوری ما که نباید بیام موی دماغ شما بشیم که حالا چی میخواد بچه سالاد میخواد میده یه نکش نکش نمیگم باشه بگو اگه میشه آقا مجده چند دونه از اون برارا بذار برای این بخوره آها این ذرت ها کچولو مچولو بره
چشم میذارم برای شما. بله بله. برم من. بله بله. خدا شما میگی آرام آرام آرام. هی دارا نگی من این دقیقه چه شده؟ نگاش کنم من گوشم داره در میره. بریم بریم بازی بریم 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 چرا راحت شو؟ بریم بجو بجو بجو. خوبه. خب این چند تا رو هم میذاریم برای این بچه، هیچ مشکلی نیست. چیزهای دیگری هست که میشه خورد. بله. سلام سلام. اینی بله. شنیدم داری سالات میخوری؟ بله. خیاراش هم میخوری؟ خیاراشو؟ اه خیارم خوبه. بعضی ها خیار دوست دارن مثل اینکه آره. وای 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 چقدر خوبه خیار، میگن چربی سوزه. به به اینی ما نمیدونی دکتره چی گفت. چی گفت؟ گفتش که خیار بخورن آدم بزرگا سیفیلاشون درد میگیره. آخ آخ سیفیلاشون درد میگیره. ولی بچه ها چون سیفیل ندارن دیگه ندارن که درد بگیره. خیلی خوب، من این خیارا رو نمیخورم. اهی. میذارم برای شما. اهی. که سیبیل نداری. اهی. خوبه؟ اهی خوبه سوا. منم خوشحالم که یه بچه سوا. خیار میخوره. خیارا رو هم میذاریم برای کلا قرمزی. دست شما درد نکنه خانم. لینی 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 ببینید بچه ها چقدر خوبه سالاد. ببینید چی کار میکنه این بچه ها توی خاله خودشون. بفرمایید. از هر متنفرم خاله. منم از تو این برعکس حرف میزنم. منم از تو متنفرم خاله. من میخوام یه غذای خام کنم. میخواد یه غذایی بپزه. توی آشنپز هونم من توی این غذا سیب هوایی نریختم. سیب زمینی؟ بله. خار کلم نریختم. گل کلم؟ خب. خروس نریختم. چی؟ خروس. خروس. جوجه؟ خب. لونیا دماغ بلبلی نریختم. لوبیای چشم بلبلی نریختم. شکر به میزان عقل خواه نریختم. نمک به اندازه کم ریخته. سه چنگال چایخوری رب گوجه داخلی. چند تام تیکه گوجه؟ آره روب گوجه داخلی. آره گوجه فرنگی چند تا تیکه انداخته. خب دیگه چی نباید نریزم؟ دیگه باید شما برای اینکه آش برای اینکه تو بخواید آب نریزی. دستت بشکنه پس. اون آبم برای من نگه ندار. چش این آبم من نمیخورم شما نخوری. خالی جیوه داری؟ جیوه؟ جیوه چی؟ همون که نارنجی نیست. هویج؟ هویج هم برام نگه ندار. نگر نمیدارم. دستید بشکنه. سلام. جیوه هویج من توجه میکنم از اون بر بخونه میشه. راست میگه. چه گرفتاری شدم من توی این خونه. چه گرفتاری شدم من توی این خونه. چی شده عزیزم؟ آقای ماجی یه نصف لیمو؟ بله. من نگر داشته بودم که شب بریزم تو این چاییم که بخورم راحت بخوابم. یه مقداریشم شربت آب لیمو درست کنم مهمون اومد من بدم بخوره. مگه حالا الان من لیمو میخوام نداریم. مگه لیمون توی یخچال دیگه نیست غیر از این؟ من نمیدونم تو این خونه باید جلوی بچه‌ها رو بگیرم به شما بگم. آخه آقای مجری درسته من به شما بگم یه نصف لیمو تو این یخچال هست اونم شما برمی‌داری؟ چشم اینم نمیخورم میذارم برای شما که با چای میخوری. شما چای لیمو میل دارید؟ الان نه. یخ چای میل دارید؟ هیچی الان من یک کلمه دیگه هم حرف بزنی بخوای سوال بپرسی اون وقت هیچی دیگه. هیچی یک کلمه دیگه. بسیار. چون روز تعطیله دیگه. بسیار. امری ندارین؟ نه خیلی هم ممنون که این همه زحمت میکشید. گوجه بسیار خوبه ضد سرطانه. چی شده؟ چی شده؟ رای مجی هیچی. نون خوش داری میخوری؟ نون خوش نمیخورم من. چی میخوری؟ سالاد. خب بخور من نمیخوام. خدافظ. این معده من حساسه. سالاد اصلا چی میشه؟ این عاشق نون خوشگه. خب پس اینا چیزی نموند که آخه اینا رو بذارم برای باد اومد بارون گرفت و آب اومد دالون گرفت سوریا گویید مبارک کار با انجوگ.
آیا همسده من یه سوالی داشتم از شما. چی شد؟ آیا همسده؟ آقای همسده چرا خواب؟ وای وای جون وای وای خوابیدی چه روز زمین میخندی؟ نمیدونم آقای اواخر من میخندم نمیدونم تعادل چی میشه میخورم زمین میخوابم که نخورم زمین تو خنده ها جورو بفرما بفرمودی عرض کنم میخواستم بپرسم شما هم این مشکل رو داشتین که بخواین یه چیزی بخورین شما هر مشکلی بگین من داشتم خیالتون راحت راجبه چه مشکلی بخواد صحبت بکنیم این خانواده هایی که تعداد زیاد مثلا دور هم دیگه هستن این بزرگترها میخوان یه چیزی بخورن همه میان نه آخو بزرگترها میخوان بخورن همه نمی کوچیکترها میخوان چی بخورن همه میان کوچیکترها من میتونم من کوچیکتر بودم شما من یک سال و نیم بود یک سال و نیم بود این ما میخواستیم یه ذره قطره شیری بشه کنیم تو دهنمون ما میخواستیم اینو بخوریم گربه و میمه گربه و میمه میاو میاو بابا من خیلی گربه دوست میداشت این شیر از دو دست ما میکشید بیرون چیکه میشه کن تو دهن این گربه الان اندازه یه ببر قوت داره معروف هست تو محله با شما قسمت بعد رو ببینید در خدمتتون هستیم امیدواریم با هم بخورید حالا هر کجا که هستین دور هم دیگه باشید آقا سالاد داشتین درست می‌کردین برای خودتون بله می‌خواستم ولی خب همه چیزا رو بچه‌ها خواستن چیزی نمونده فقط قارچش مونده قارچ میتونم بخورم قارچ خب بخوری بله بخور قارچ خوبه یه جوری نگاه می‌کنید که شو به نظر میاد شما به قارچ علاقه‌مندی نمیدونم رو خواست بیان زنده چون یه تیکه قارچو بده نه که مجبور باشی میگم این دلت خواست یه تیکه قارچو بده چشم قارچ هم برای شما چه این رادی داره؟ قارچی سمی هم؟ قارچه؟ نه یه سکردم خیلی راحت داری لگه بودم لابد سمی هست نه سمی نیست قارچ پراکیه میرم نمیذارم بری میرم نمیخوام منم به خودت ببر یه بوس بده خداحافظ برای همیشه من رفتم شده نمیخوام نرو برو نمیخوام نه آخ چه زوری هم داره ببخش همینم مونده بود تو بنا شوخی کردم تو خیلی معقولی بیا برو کنار موقع رفتنه نمیخوام یکی به داد من برسه وای مردم موقعی که بیا بدانه من برسیم برم دیگه چی شده؟ چی شده؟ آرماجین نمیره کنان از شما بعیده با یه بچه کوچولو سر به سر میذاری چی شده؟ چرا گریه میکنی چرا؟ چرا گریه کرده؟ گریه چرا گریه کردی؟ اما بله کی میخواد بره؟ من عزیزم شما میخوای بری؟ بله کجا میخوای بری؟ من میخوام برم سراغ زندگیم دیگه خسته شدم آقای مجری از این وضعیت من نمیتونم بمونم خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم اجازه بدیم ببینم مشکل چی؟ از دست ما خسته شدی؟ از دست شما من خسته نشدم و میخوای بری؟ مسئله پیش اومده دیگه بهتر من اینجا نمونم دیگه منو دوست نداری؟ من عاشق تو هم من عاشق این بچه هم آقای مجری من عاشق این بچه هم میآوردی؟ برای شیر میآوردی؟ میذاری میره؟ آقای مجری من پستونک این بچه رو تو قسمت جنوب شرقی کابینت جنوبی در سمت چپ گذاشتم لطفاً اگر حواس پستونک کرد بهش بدین ضمن نکنی ولش تازه از سرش افتاده نه هیچی آقای مجری شیر این بچه رو 150 سی سی گرم کنین توی آب جوش به مدت 13 دقیقه و 7 ثانیه آقای مرجی 7 ثانیه 8 ثانیه نشه دهن این بچه عزیزم ببخش این چه حرفی تو میخوای بری تو میدونی ما چقدر ناراحت میشیم
کی میخوای بری؟ همین الان آقای مجری. همین الان؟ من دلمو جمع کردم رو کولم، دیگه وقت رفتنه. راه رفتنی رو باید رفت. شوخی نکن عزیزم. یادت کوچولو موچولو بودی؟ پارک میرفتی؟ تو بازی؟ این بچه این عزیزم ببخشید و خیلی دوست داره. بعضی از بچه ها هستن تو خانواده یه فردی رو خیلی دوست دارن. ممکنه ما خوشمون نیاد. یعنی شما خوشتون نمیاد از من؟ نه نه نه، برای شما رو نمیگم. توی خانواده ها میگم، ولی بچه کوچیکه خیلی اونو دوست داره. خیلی. آقا منم عاشق این بچه‌ام. آقا مجی باور کن یه هفته است من به نانای تازه یاد دادم. نانای کن، نانای کن. خیلی. شعر بلدی؟ از عمو یاد گرفتی؟ بگو ببینم. هم بر هوا، آفرین یکم سال خیل، خیل، خیل یارونه، جارو خیل، یاد گرفتی قشنگ بگو دیگه، اینجوری میگی نه قشنگ که یاد گرفتی بگو بر ما، بر ما بخیر. آقای ماجی باور کنید من برای این بچه هم عمو بودم هم مادر. ببینید من میدونم شما چقدر برای این بچه زحمت، شما برای همه ما زحمت کشیدی. برای همه شما هم مثل عمو بودم و مادر. نه دیگه اونجوری نه، عمون بودم مادر چیه؟ برای این بچه حالا گفتی من چیزی نگفتم. ولی چرا میخواین تشریف ببریم؟ باز با کی حرفتون شده؟ مشکل چیه؟ دیگه حالا چه فرقی میکنه؟ اگه بری من اینجا رو به اون چشم بگیسم؟ بله؟ بله؟ شدن شلوغش میکنه من از تو فیلم دیده این حرف ها رو میزدن. آقای ماجی من از دست این فامیل میخوام برم، تمام شد رفت. از دست فامیل؟ آه با فامیل بحثشون شده. من پدر دعوا میکنم، اشتباه کردی. آخ 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 نبینم یه بچه ای با بزرگترش بخواد بلند صحبت بکنه. کیف بوری کردی؟ آفرین آفرین. آره خوب نیست عزیزم. چی شده؟ چیکار چی موضوعتون چیه؟ آقای ماجی در سماور رو برداشته. وای وای چه مشکلات آقای ماجی. اصلا کسی مگه اجازه داره به سماور من کسی نزدیک بشه؟ چه برسه به اینکه دست بزنه. بله من میدونه نهای ماجی با چی میگه. بله میگه تو اخراجی. چی شده؟ نه اونو که فکر نمی کنم گفته باشه. بعیده. برای بعضی یا بعضی چیزای کوچیک خیلی با ارزشه. کوچیک سماور آقای مجری؟ نه برای یه کسایی میگم، نه شما که نه، میگم ارزش قائل باشیم. اون چیزی که دوست دارن و آدم باید بالاخره احترام بذاره. اما نرو دیگه شوخی نکن. من با همون صحبت میکنم نمیذارم بره. کجا بره؟ این همه اینجا پیش ما. اصلا عزیزم ببخشید خیلی ما برای ما کمک کرده. خیلی ببین این بچه هم خوشحال شد. آقای ماجی شما که میدونید من عاشق این بچه هم. اینگه بچه خود من انگار مثلا شما فکر کن. ببینید من از شما خیلی ممنونم. شما خیلی زحمت میکشید تو این خونه. واقعا بعد دست کسانی رو که توی خانواده کمک میکنن، مثل مادر، مثل بزرگترها، مثل کسانی خود هر کسی داره کمک میکنه به دستشون. نه 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 آقای ماجی خواهش میکنم دیگه چی، من خجالت میکشم. نه آقای ماجی مسئله... بفهمید که ما برای شما چقدر احترام قائلیم. آقای ماجی من خودم برای شما احترام قائلم، من برای همه احترام قائلم. این فامیل دور آقای ماجی با این بچهش اصلا درست رفتار نمیکنه. آقای ماجی باور کنید این بچه رو من دارم تربیت میکنم. با ببین پشت سر فامیل غیبت نه، ببین غیبت نباشه، روبرو بگو. آقای ماجی روبرو دیگه. الان شما برین کنار، این پشت شکم شماست. اینها سلام علیکم آقای ماجی. پشتن بده بگه آقای مایلی، بده راحت باشی. خوبه، حال این رو به رو بگین. چیه مشکلتون؟ آقای مایلی مشکلی نیست. آژانس دمه دره، شما بفرمایید سوار شو. من برم؟ بفرمایید میبرم ترمینال. نه آقا شما کجا بری؟ به چی میگی؟ آقا کی گفته بود ایشون آژانس خبر کنن آقای مایلی؟ مگه نگفتی میخوام برم؟ من خودم پا دارم میرم. چی میخوای بری؟ من الان نمیرم دیگه. من به خاطر آقای مجری، شخص آقای مجری و بچه شما موندم. تو نمیری؟ نه خیلی. نه دیگه میمونه. میمونم. لطف کردن میمونه. خواهش میکنم. تو مرد نیستی؟ تو هر وقت در دهنه در نیومده من رو حرف تو حساب کرده بودم. من رو حساب حرف تو رفتم قول دادم به آقای مجری زامن شده من بمونم. تو واسه چی رفتی قول دادی؟ تا هر آشی رو قاشق میزنی تویی. فامیل. حالا آژانس مهم نیستش که. مهم نیست کی میدونه که امیر آقای مجری؟ چی؟ این چقدر کرایش میکردم بیاد اینجا میگه من نمیدونم من از پای تلویزیون روز تعطیل رنگم انداخته بودم رو رنگم، بعد اومدی منو منت گذاشتم سر اومدم بگی کانسر. کدوم آژانسی است؟
اما اونجا سیره یه غیری اون نه اون لاغره نه چاقه داده چاقه یه بایی دادم ما یه آژانسی داریم اینا برادرن همشون دو قلو هن یعنی تعدادشون دو قلو قلو دو قلو خیلی جالب هن برای بعد وقت یکیشون گرون میگیره آقا برای من جاره واقعی ما گیره اون که راغردره گرون میگیره اول که نگاه میکنی در نگاه اول فکر میکنی اون که چاقدره گرون میگیره دیگه میگی چاقه بیشتر میخوره بعد بیشتر بگیره من نمیدونم اون راغره پولا رو چی کار میکنه آقا ما گیره دیگه بعضی ها اینجوری هست حالا شما پولشو بده بره دیگه بله پولشو بده که دیگه سر خود آژانس واسه من خبر نکنه من خودم میرم بخوام برم خراب سنگین آقا به نام عزیزم ببخشید گرفتم الان من برم کارت مهری منو میبینه کارت مهری من اگه ببینه فکر کنه بعد میاد به عنوان جر سند منو برمی داره ببین شلوغ داری میگه این چیزا چیه کارت مهری چیه چرا این چیزا رو میدونم شما دعواتون شده حالا به آژانس هم میفرستین بره حرفاتون رو رو به رو هم دیگه بزنید بعدی که بعضیا در دهنشون رقه نی چیز خصوصی دوستانه رو که نوا میاد میگفت آقا ماشی ایشون برای چی من گفته اخراجی شما گفتی ایشون اخراجه من آقا مایده توی عصبانیت که پروا نمیدن که من یه لحظه جای شما خودم رو قرار دادم گفتم اگر آقای مجری هم بود احتمالاً همچی گساخی رو دووم نمی آورد آقای مجری من یه سوالی بکنم اجازه میدین بفرمایید من الان اگر در این خونه رو بکنم این فامیل دور با من دوستیشو ادامه میده یا نمیده ببین. دوستی شما که اصلا چیز دیگریه دوستی ما اصلا ربطی به در نداره و هیچ در پیکری نداشتیم پس در سماور من بده در سماور شما من پیچوشی پیدا میکنم در. این پیچشو باز کنم پیچشو بردارم بیا بردار ببر من اون پیچو به شما نمیدم در سماور چی قشنگ برای من توضیح بدین در سماور اینو برداشتی واسه چی؟ به خاطر اینکه آقا من پیچمو میخوام پیچتو میخوای؟ برا پیچ کشوی منه من قدیما یه رفاقتی داشتیم با یه بعضیا خب. یه روز اومد ارتماس کرد گفت من دستم میسوزه یه پیچ به من اگه داری بده من این پیچ کشوی لباسم رو در برم دادم بگیم خب. الان کشوی من دستگیره نداره آقای مجری خب. دستای منو ببین نوک انگشت من تاور زد هر روز من میخوام جوراب در بیارم باید چند بکشم رو در دستگیرش یار من پیچ رو میخوام آقای مجری حرف زور مگه دارم میزنم آقای مجری این سماور فقط با این پیچ کار میکنه من میرم برای ایشون یه دونه دستگیره میخرم برای کشوی جوراب مورابای ایشون ایشون دیگه به این پیچ کاری نداشته باشه آقای عزیزم ببخشید میان پیچ من تا پیچ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است با این در اگر در بند درمانند چی گفت؟ پیچ دیگه حالا یه پیچ پیدا میکنیم میدیم به شما چیز پیچی آخه چه حرفی ببینید نکنی بچه به جای این حرفا اگه پیچه که خب عزیزم ببخشید بفرده یکی دیگه میاد دیگه اینجوری میشه؟ خب عزیزم ببخشید حالا چیز مهمی نیست اون پیچه رو باز کن بده آقای ماجی من نمیدم این پیچ چکه میکنه من آقای ماجی چای خوب شما نمیدونید چای خوب به پیچ خوب مربوطه شما اگه پیچ بد داشته باشید اصلا چای مناسبی در نمیاد من نمیدونم من فقط میخوام این دعوا توی این روز خوب توی این روزی که باید بگیم بخندیم آقای مهیری منم نمیخوام شادابی حرفاتونو با هم بزنید من از بچگی آرزوم بوده توی این روز خوب توی این روزی که بگیم بخندیم بشینیم با هم دیگه بگیم بخندیم آژانس خبر کرده من برم آقای بچه آخه من برم کی توی این خونه چای درست میکنه من درست میکنم تو یعنی چی تو چای بلدی درست کنی حرفای من هر بیمزه تو چای بلدی تو اصلا ببینید در شأن چه مهماری سیری ولابینه در شأن چه مهماری سیری چوبیه در شأن چه مهماری سیری شما اول برو ورامین تو یاد بگیر ورامین این همه سال اومدی چای ریختی هنوز میگی برامی تو برو تربیت بچه ها تداد بگی که من صبح داشتم بجبورشم به بچه ها یاد بدم چی درسته چی آقای باشی من اسب میشم این بچه زبان من میشه این با بچهش بازی نمی کنه ببخشی داغ در من تازه نکنه آقای مهیر بچه منو برای دو ادبه کرده بله دو ادبهش کرده بچه من رفت بکاره دو ادبه نشنیده بودم مثل دو ادبه هرچی من به عنوان پدر نمونه صبح تا شب من میدوام که بتونم خرج این بچه رو در بیارم بعد میام میخوام شبو خسته گفته ادبش میکنم یه چیز جدید به ادب این اضافه میکنم صبح میبینم یه ادب دیگه به این یاد داده این بچه کامل دو ادبی شد شب میاد منو تنبیه میکنه آقای مجری تنبیه میکنه چیه بچه که پدر رو تنبیه نمیکنه آقای مجری صبحم بچه میاد منو تنبیه میکنه من بعد یادش بدم که منو تنبیه نکنه دیگه بره مثلا اینو تنبیه آقای مجری پدر من اگه بدونه که بچه من داره منو تنبیه میکنه تک تک سی بره منو میکنه این حرفا خوب نیست میخوانی وایسین آقای مجید فکر کن سیبیل های کرده بشه
عزیزم ببخشید. بله آقای باشی. این آژانسی رفته یا هستش؟ نه نه آقای باشی هست. ولی داره ساعت میزنه. بیا برو بیا برو. برم؟ بفرمایید. میخندی؟ آقا راجب بگه بابام سیبیلا بکنه. نه به دوستت میخندی؟ نه به سیبیلا بابام سیبیلا. آژانسی برو در باز کن. برو در باز کن. آقای باشی. آماده همه چی آماده است. حتی در ترمینال هم بازی. آدم به دوستش اینجوری میخنده. آقای باجی به بچه بگه سیبیلا بابا بگره. آقای باجی دیدی چی جوری بابا خنده؟ باشه نمیخندم. شما دوستان صمیمی بودین، یادت نره قدرشناس باشین. ما باید قدرشناس هم نمیدونم چرا یادم رفت. این مگه شما نیومدی که ایشونو معرفی کردی؟ آخ آقای مجری نگاه کنو. من کم اشتباه میکنم معمولا در زندگی. یعنی الان که فکر میکنم بذار سه تا اشتباه کردم. سه تا دی اون دو تا دیگه چی بوده؟ آه ما اینی الان من نمیدونم وسط حرفای من چه بچه نه میخوام اینم دو تا دیگه نقدرگاهی زمان میکنی خب اون دو تا دیگه چی بوده؟ اون دو تا دیگه اولی چیم بود که من به وقی دارم خب چی شده؟ دوباره این بود که اون دفعه به جای شما خب تلفن جواب دادم خب اون یکی چی بوده؟ اون یکی هم شهران نمایی بکنی تو میدونی تو میگی چه گرفتاری شدم من اینجا دوتا دوستن اینشونو معرفی کرده با هم داریم زندگی میکنیم با هم محبت میکنیم بره. لطف میکنیم به هم دیگه اینا رو بذار پایین دیگه کشتی منو با این باره بذارش پایین دوباره دو ساعت طول میکشی به نه بذار باشه این همجور کنتور داره میدازه آژانسی شما برا شما من چی اقل بایدی شما نه نه گوش بده شما مگه نیومدی ایشونو گفتی خیلی پسر خوبیه خیلی خوبه تعریف کردی خب پس چیکار کرده؟ دزدی کرده؟ من چی کرده؟ پس ایشون خوب بوده که شما گفتی بیاد حالا چرا اینقدر از این ورش داری حرف میزنی میگی بده این جوریه اون جوریه سر من گفته؟ نگفته میگم نزو بمیم آقا من بعضی صبح عجله دارم بعضی صبح عجله دارم باید سری چایی به من برسه خب من این مغزم بیدار بشه خب بدونم برم سر کارم خب چای بخور برو چای بخور برو مگه همین سادگی انگار شما تو آقای ماجی مگه چای فست فوده بذار ببینم این چی میگه چشم مثلا آقا به من صبح بلند شدن دیر شده خب از خواب بلند شدن فابید دیر شده آبرو رو رفت عزیزم یه چای بخور بده یه چای بده من شب راه بجام برم بده دیگه چای بده آقای ماجی چای رو داره با شلوار پوشیدن شکی میکنه آقای چای بده با آقای ماجی چی کار داری دیرم شده آقای ماجی چای آداب داره ادب داره خب 10 دقیقه زودتر باشو برات چای بریزم. آقا یه چای به من بده من سری میخورم. آقای ماجی من بمیرم چای سری فاست فودی به کسی نمیدم. جورا من جورا. خب. آقا میگه خیلی دیرم شده من بغاشو میشه برگشت داری تعریف کنم. حالا شما چای میخوای؟ برو. کمرنگا پر کن. زود باش فقط. جورا کامل داشتی تعریف میکردی باور کردی دیرت شده؟ من؟ آره باور کردی؟ ساعت چند دقیقه میری؟ چیکار من اصلا امروز تعطیل آقا باجی اینو ببینید چه رفتاری اینا رو میکنه حالا اینا رو با هم آشنا اینو تعطیل آقا ما فکر دیروزی خیلی خوب بیاین رو به رو هم دیگه بله واه خیال راحت چه میری آره رو به رو هم دیگه دوستان قدیمی گاهی وقتا با هم یه مشکلاتی داره میتونن بیان چشم تو چشم هم بشن نگاه بکنن چشم تو چشم ها به ما یاداوری میکنه که ما با هم دوست بودیم ما از قدیم به هم علاقه داشتیم نگاه کنید تو چشمای هم دیگه ببینم قشنگ تو چشم دیگه ببینم چی شد؟ خودم دیدم تو چشمای خیلی خوب نگاه تو چشش نگاه کن هر دو تا چشم با هم شما هم تو چشش نگاه کن چش چپش راستش نگاه کنید نگاه کنید ساکت نگاه کن یه رودخونه است آقای باجی نه نگاه کنی فوت قایم تو سماوت بکنم یا نکنم میخوایی بکن میخوایی نکن چایی از بحر شما دم بکنم یا نکنم میخوایی بکن میخوایی نکن آشتاقی برایت بپزم یا نپزم میخوایی بریز میخوایی نری روغنش رو دو برابر بریزم یا نریزم میخوایی بریز میخوایی نری ای حبیب من ای طبیب من عشق روی تو شد نصیب من حالی لای شبا شبا لای 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 فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم
آبیا این کمره یا فنر یادش بخیر یادت عروسی تو دور این کمره رو بخوری عروسی کدوم میگی؟ عروسی خودت رو میگم دیگه عروسی خود آقا داماد کنه بگی شما شما موقع خوابه، موقع استراحته. بچه ها یه تعدادشون دارن فیلم نگاه میکنن. تعطیلیه دیگه، خب ایرادی نداره. فامیل دور هست پیششون، ببخشید هست. من و گابی خیلی خوابمون میومد. که با من، با من. بله، که یه بچه ای هم اومد گفت منم میخوام بخوابم. شما هم خوابت میاد؟ من خیلی خوابم میاد. خیلی خوب. پس همگی با هم دیگه میگیم شب بخیر میخوابیم. اینه. بله. بی قصه. بی قصه. تو این فیلمه رو که گفتی من دوست ندارم و قشنگ برای من بگو که مثل قصه برای من خوابم ببره. اینه. خوبه. بله. خیلی لوسه. چی لوسه؟ فیلمه. علکیه. خب فیلم ها لوس هندی. خیلی فیلم ها. آره بعضی ها فیلم ها اینجوری هست. حالا. تو برای من بچه ها میتونن برای بزرگترها قصه بگن که وقتی بابا شدن مامان شدن یاد بگیرن که برای من قصه میگم من قصه آره دیگه تو هم برای من قصه بگو بخواف من باسته که من بخوابم قابی جان تو هم قشنگ گوش بده یکی بود یکی نبودن نداره یه پیر زنه بود چیه؟ که دو قل زن نباشه نه این پیرزنه بود دخترش شوهر کرد با شوهرش گفتن بریم کله کو اکسی چوب اسکیان رو برداشتن رفتن کله کو پیرزنه دید چرا دلش تنگ شده گفت الان میرم بهشون میرسن این هم چوب اکسیاش رو برداشت و چه قشنگ قصه بگوین چه قصه ایه ای خوفه خب چی؟ یه پیرزنی بود دخترش میخواست بره دخترش رو ببینه میخوام بره دخترش رو اینه دیگه آره. دختره رفته و دالای کو اکسی بعد اومد داشت میرفت بالا گفت امروز چرا کافی تلکافینش تعطیله تعطیله دیگه هلیکوپترن که خیلی طول بکشه بیاد برن داشت میرفت یه دفعه یه قرگی پرید پشت سنگ رو گفت دستا بالا بگرنه شلی آقای مجری بله یه اگر دل ولک هم درد داره دلت درد میکنه؟ ها 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 دلت درد میکنه برای چی آخه؟ یکی چی که همین میگم اگر دردی بیاد خوابت نمیاد؟ میتونی بخوابی نه مشکلی نداره خب خب بگو آقای کلاه بگو بگذاره بزر قشنگ قرگه پرید اینو توفنگ رو کشید دستا بالا بچه اینا نیست گفت من میخوام تو رو بخورم به پیرزن گفت هرچی داری من باید بگیرم بخورم گفت پیرزنه گفت اکشال نداره صبر کن تلفن رو درم ورد لین 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 زنگ زد به دختره دختره هوا بالا چطوره؟ گفت خوبه گفت سر را یه گرگ گنده این توفنگ کشیده میگه کارتت کن پاسپورتت کن با اصلی ببینن تو چه کاره ای؟ گفت آی 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 دل شکاکم درد داره آی 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 مجی آی 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 چی بلکم آقای مجی دردی میاد این دردی میاد دل درد میکنه؟ نه نه خوب شد شب بخیر شب بخیر شب بخیر آه ترسیدن کسی دیگه ای بود سکته بابا اینی بگو دختره چی گفت دختره قشنگ بگو دیگه دختره گفت ماما نه اصلا نه تا این پولکیه یه پول بهش بده پاسپورت نخواد کارتشناسایی نخواد بلیت اکسیا نخواد بیا و گفتش که خوراکیاتو بده گفت من این باشه پول چایی پول برو باش شیرنی بخور آی آی ای بابا آقای مجدی آی 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 آی
خیمه این دردش چی نمیره از چیه درد داری؟ خیمه جی دل بلکم درد داره. دلت درد میکنه؟ خب چی خوردی؟ چی خوردم؟ همه من همین که فکر نمیکنم که چی خوردم اصلا یادم نمیاد که چی خوردم. اگه من بفهمم چی میگه خیلی خوبه. چی خوردی؟ امروز چی خوردم؟ میگم من چی خوردم؟ چی خوردم؟ خب اما من چی خوردم اصلا یادم نمیاد. آه خودت نمیدونی چی خوردی؟ ها اینی بله اینی من دیدن کاهوی بابای جان و گابی جان خورد. کاهو خوردی؟ خیمه‌جی یه حرفی داری نمیگی؟ کاهو که من هر روز میخورم. کاهو میگه هر روز میخورم؟ ها دیگه. خب چیز دیگه ای خوردی؟ چیز دیگه دیگه همین خوردم دیگه. کاهو نینخش که هر روز ای نهر که شمی دادی آقای دیبی هم که نخوری گفت تو بخور من خوردم اونو. بعدم که بعد ای شیرینی ویدی این آقای دوراورد گفت بخور همین. خوب بچه خوب ها ببین ها نترکیدی خیلی خوبا. نترکه؟ آره چی گفتی؟ نترکی یعنی خیمه چی داری میگی؟ شما این مجری اینجا به من گوبی داری فحشی میدی؟ فحش نمیدم به شما. خیمه الان گفتی گفتی نهترکی گابی. من طالبه شما گفتم بهترک نهترک. صدا تو بر من بلند نکن. گوش بده صدا تو چرا بلند میکنی بر من؟ اندازه داره خوردن، اندازه داره، یه اندازه ای باید بخوری. اندازه چی هست؟ من بخورم؟ زیاد میخوری، زیاد میخوری. خیمه جی یه حرفی میگه بخواب من. خب زیاد که زیاد من همیشه میخورم، هر روز زیاد میخورم. میگم الان چرا این بهتری؟ چیه؟ هیچی نگه. چیه؟ خیمه جی همین اینجور که کلم اینوری نیست. این سرت اینوریه چیه؟ دل ولک هم خوبه. آن دلت خوب میشه؟ خب همینطوری نگرش دار، ما یه شورت بخوابیم. خب ایرادی نداره؟ نه نه بخواب بخواب. خوابش داره میبره. داره خوابشو. آه خوابی؟ خوابی بخواب. من برای قصه بگم. اون صدای تلویزیونو کم کنی. خب گوله قربین تو هم بگی بخواب. چند خوابیده. آخه نیدونی گرگه چی کار کرد؟ پولا رو که گره تلفن زن نه ویسیم زن به پلنگه. گفت این خانومه که داره میاد بالا پول میده. بچه رسید به یه دونه پلنگی، پلنگه میخواست بخورتش. گفت بذار من برم خونه. ای بابا آقای مجی اینجور نمیشه اصلا. این درد میاد آقای مجی. با من چجوری بخوابم؟ آی 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 آقای مجی دوباره مدله. آی 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 خیمه جی بلند شو بگو دیگه چی من خوردم؟ چی خوردی؟ خیمه جی هی از من میپرسی؟ شما این مجری اسم خودت گفتی مجری. خب بگو من گابی چی خوردم دیگه؟ ببین گابی ما که نمیتونیم یه نفر رو استخدام بکنیم دنبال تو را بیفته را بره. تو هرچی میخوری یادداشت برداره. شب شما سوال میکنی بهت بگه چیا خوردی. شما چش داری قشنگ چیزی که داری میخوری رو یادت بمونه که اگر مریض شدی. خیمه جی من اینقدر صبح تا شب میخورم که دیگه یادم نمیاد که چی بوده که. خب بعد یادت بمونه. شما مثلا الان ببرم دکتر، دکتر از شما. نه 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 دکتر نه. خوب خوب شد خوب شد. شب بخیر. اینه دکتر خوبه. بین این دکتر حالا که خوابید بذار بخوابه. بخوابه. اون میدون خوکچله رد میشیم بستنی فروشی داره. الان وقت خوابه میخوام بخوابه. من خستم. این مهمونا خیلی موندن. خیلی موندن. آخه آقای مجی من اصلا هیچ وقتی نشد اینجوری به دردی بیاد. الان من آخه چی خوردم؟ ای چی بوده؟ ای بابا نگاه کن چه قد گمبره شده. چه گنده شد. باد کردی؟ بیا نگاه کنید چه قدی شد؟ نه میخوام ببینم باد کردی؟ چی کردم؟ باد داری؟ باد داری؟ باد چه؟ یعنی شکمت بزرگ شده باد. آها گنده شد. خب ببین تو بلند شو برو دستشویی. دستشویی که نمیاد الان.
الان دردی میاد. نه امین، چیزم بشه آروم میشه. کی بشه؟ یه کاری بکنی آروم. بچه ها اون صدا رو کم بکنین. اینه بزن باشه، من بفهم کجای فیلمه. بذار الو بگی الان بهتری؟ آقای مجی ها؟ بگی بخواب، بگی بخواب. خوابم نمیبره، میگم این دردی میاد. خب بلشو بریم دکتر. نه 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 دکتر نه 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 پا بخواب. بچه ها بعضی ها خیلی پرخوری میکنن، اون وقت شبا دلشون درد میگیره. مواظب باشین، کم بخورین، درسته؟ بهتره. خب آقای مجی من یه چیزی دارم نمیگم، من هر وقتی این دل بلکم درد نمیاد، دایی شخمی دادی بی دادی میکنه، یکم دادی بزن شای خوب شد. بگی بخواب. نه نه بلند 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 بلندتر. بیشتر از این دیگه من برم دایی تو بیارم. بگیم بخواب. مگه مخسر بازیه؟ همه میشه داره بهتر میشه، شما هم بگو. من یه مسخره بازیه. خیلی دایی شوخ میگفتی. خوب شد، شب بخیر. این دیدی؟ خوابی؟ نه خوابی. خوب؟ بخوابیم، همه بخوابیم، خسته ایم، مهمانداری کردیم، خسته ایم. بله یادته این آقاه که زنجیل گردنش انداخته بود گفتن چرا گردن بند داره؟ اشاره کردین گفتی نگو. خب آره داشت حرف میزن هی گفتن اینی شام چی میشه؟ زبون تو گاز گرفتی، چشات درست شد، هی گفت امروان تو گنده انداختی والا نگو نگو. شام نخوردیم ما. ما شام نخوردیم. گابی جان بلند شو. گابی بلند شو. چی نگو، دلم خوب شد، دلم میخوام. گابی ها بلند شو، یه خبر خوش بهت بدم. کیه؟ تو اولین شب تو زندگیت که بدون شام خوابیدی. هورا! باورت میشه؟ کیه؟ شما الان گشنته. میگه یعنی گوبی شام نخور؟ نخورده، خیلی جالبه. پس آقای مجی من شام نخوردم. شام نخورده میگم ایدن. اصلا از صبح تالا همین ایشا که نخوردم، مکم ایدن بلک دردی بیا چی بوده. وقت برنامه ما تموم شده، میشه بدون شام هم خوابی، مشکلی نداره. خوب و خوش و سلامت باشی. ما بریم یه چیزی بیاریم بر بچه. بدون شام چی شد؟ میگم بدون شام هم میشه خوابی. خواهی مجی مگر ندیدی الان من نخوابیدم دیگه، ایچ دون بلک در گره، الان شامی بده بخورم. چشش الان بلنشیم با هم بریم پلو بخوریم، چلو بخوریم، سهلو بخوریم، نونه خوش بخوریم، چاق بشین، چله بشین، بیان بخوابیم. ولی خب هیچی نداریم. خواهی مجی نه نه نونه خوش که داریم، فقط یکم از این چیز داره روش شوید تخمه چیچیه، از اینا اوناشو بزن کنار من.